سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. مرسی که بازم با ما همراه شدین. من آرزو هستم و همراه حامد جان بازم در خدمت شما هستیم. من هم حامد هستم و سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان همراه. دیروز کمرم خیلی درد میکرد. داشتم آشپزی میکردم، حواسم به سیروان نبود که خیلی محکم با مشت زد توی کمرم. واقعا درد بدی بود. یه لحظه از کوره در رفتم و برگشتم سمتش. محکم بازوهاشو گرفتم که مبادا دوباره بزنه. سیروان از برافروختگی چهرم ترسید و گفت مامان ببخشید صدات کردم، چرا صدامو نمیشنوی؟ همون لحظه به خودم اومدم. یه نفس عمیق کشیدم، رفتم یه لیوان آب خوردم و چند دقیقه بعد صداش کردم. بهش گفتم مامان جان ببخشید من عصبانی شدم، حواسم به آشپزی بود، صداتو نشنیدم، اما تو هم خیلی کار بدی کردی که به کمرم آسیب زدی، من خیلی دردم گرفت. بعدش داشتم فکر میکردم که اگه خشمم رو کنترل نمیکردم ممکن بود به پسرم آسیب بزنم. بله، کنترل خشم خیلی مسئله مهمیه و گاهی عواقب جبران ناپذیری داره. بارها و بارها دیده شده که حتی در جر و بحث‌های کاملا معمولی کار به جاهای باریک کشیده و همین عدم کنترل خشم باعث قتل و کشته شدن کسی شده. خیلی مهمه که ما بتونیم حتی در بدترین شرایط هم خشممون رو کنترل کنیم، که البته متدهای خیلی زیادی برای این کار وجود داره، مثل نوشیدن آب خنک یا دور شدن از مکان و پیاده روی و خیلی راه‌های دیگه. بهتره سعی کنیم برای خودمون راه مناسب رو پیدا کنیم که مبادا نتونیم خشممون رو کنترل کنیم و گرفتار عواقبش بشیم. در مزامیر باب 37 آیه 8 میخونیم از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش نساز که البته باعث گناه خواهد شد. خداوند صراحتاً به ما دستور میده که خشم رو ترک کنیم، یعنی باید سعی کنیم خودمون رو مشوش نکنیم، چون باعث میشه کنترل رفتارمون رو از دست بدیم و به علت خشمگین بودن نمیتونیم خوب فکر کنیم. بنابراین مرتکب گناه میشیم، چون اجازه میدیم شریر بر ما چیره بشه و کنترل رفتار ما رو دستش بگیره. همیشه وقتی خشمگینیم اگه کاری انجام بدیم یا حرفی بزنیم مطمئناً پشیمون خواهیم شد، اما گاهی ممکنه دیگه پشیمونی سودی نداشته باشه و عواقب بسیار بد یا جبران ناپذیر رو همراه داشته باشه. به قول استاد سخن سعدی، چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کند در عقوبت بسی، که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دیگر بار بس. آمین که همیشه دلمون آروم باشه و بتونیم با آموزه های کلام خدا به آرامش برسیم. آرزو جان لطفاً برامون یه دعا میخونی؟ حتما عزیزم. خواهرم و برادرم، تو که دل شکسته ای، تو که خسته ای، تو که افتادی و نمیتونی بلند شی، تو که بیماری و فکر میکنی هیچ چیزی نمیتونه شفات بده، تو که ناامیدی و همه درها رو بسته میبینی، الان وقتشه که دلت رو و دستانت رو به خدا بدی. آره، دست اون به طرف تو درازه، پس دستشو بگیر و بلند شو، نو شو، تازه شو، از روح خداوند لبریز شو و نه با ضعف که با قوت در آرامی روح او زیست کن. بخند، بخند و بخند، چون خدا عاشق لبخند و شادی فرزندانشه. آمین. آمین و در پناه خداوند باشید. خدا یار و نگهدارتون.